اتفاقی دیروز افتاد برای ایرانیان مشخصا اتفاق مثبتی بود. هرچند ما امیدوار بودیم که افرادی مثل رئیسی به یک دادگاه عادلانه برده بشن و پاسخگوی جنایات و قتل‌هایی که انجام دادن باشن، ولی چیزی که ما میدونیم با اینکه به نظر ما رئیسی یک نقش سوری داشتش و تصمیم گیرنده در مسائل ایران افراد دیگه ای هستن مثل سپاه و مثل افراد مثل خامنه‌ای هستن، ولی نمیشه نادیده گرفت که چه مقدار جرم و جنایت و قتل این فرد انجام داده. من به عنوان فرزندش از صمیم قلب خوشحالم و به عنوان کسی که پدرش در راه وطن رفته و جونش رو برای میهنش و هموطنش داده که مردم آزاد و رها باشن، از اینکه قصاب و جلاد دهه 60 به جزای خودش رسید، هر کس سوختن کم بود و باید به دادگاه میرفت برای عدالت، از صمیم قلب خوشحالم و به همه مردم تبریک میگم. رئیسی دوران 60 سالهای 60 92 96 98 پرواز اوکراینی، زن زندگی آزادی، تو تمام این مراحل در آدمکشی‌ها دست داشته. برای همین این شادی رو و این با هم بودن رو، این عکس العملی که توی شبکه‌های مجازی میشه دید، یه نوع کنشگری اجتماعی می‌بینم، بخشی از مبارزه‌مون می‌بینم، برای اینکه در کنار هم هستیم و برای مرگی که مرگ طبیعی بوده اما خوشحالیم، چون هر جنایتکاری که کم میشه معنی زندگی میده. خب خیلی خوشحالیم، مثل همه مردم ایران، مثل همه کسانی که الان میبینیم اومدن تو خیابون جشن بگیرن. جلاد بود رئیسی و کشته شدنش به این خفت و خواری، اینجوری که یعنی هر بلایی که فکر میکنی سرش اومد و از آسمون افتاد جلوی خرسا، خوردنش، سوخت، بعد نمیدونم رو جسدش بارون اومد، له شد. یعنی با این خفت و خواری این آدمی که این همه آدم رو کشته بود کشته شد و حتی تو خود جمهوری اسلامی هم همچین حسابش نمی کنن و خیلی ناراحت نیستن. مردم هم که خیلی خوشحالن، طبیعتا منم مثل همه مردم اینا خوشحال هستم اومدیم اینجا جشن بگیریم.